فتانه گیلانی رئیس اجتماعی زنان افغانستان برای بحث بیشتر با ما هستند. خانم گیلانی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان. به این بستر از این گفتای رئیس شورای علمای تخار آغاز کنیم. این گفتا واقعا از وضعیت زنان افغانستان چی را تعریف میکنه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام بر شما، درود بر روی پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام که امروز روز میلاد مبارکشان بود، درود میفرستم. رهبر بشریت و انسانیت، رهبر انسانیت، رهبر صلح، رهبر دوستی، رهبر تعلیم تربیت، حضرت رسول مقبول، درود بر روی پاکشان. ببینین، علما در افغانستان همکاری بسیار زیاد همراه زن افغانستان دارند در طول چند سال و میشه و روز شما میبینین از طریق رسانه ها، از طریق زیاد مجد ها در گوشه و کنار افغانستان علمای محترم افغانستان بسیار زیاد کار میکنن، بسیار زیاد روشنی مندازن، مخصوصا حقوق راجب حقوق زن از نگاه دین مبین اسلام. ای که یکی از علمای محترم ما که در ولایت تخار بر راجب در مقابل چند خوار چیزی گفتن، ما فکر میکنم که در راجب این منام خیمزاد صحبت کنم. شاید انسان هست از پیش یک اشتباه سر زده باشه، ولی این نظر تمام علمای افغانستان نیست و نظر شورای علمای افغانستان نیست. اگر خدای نخواسته نظر شورای علمای افغانستان است تمام علمای افغانستان باشه، بازانم میتونه که وقت درست از این صحبت کنم. خانم گیلانی، بحث دیگه بحث افزایش خشونت ها در برابر زنان است. این عوامل اصلیش را شما در چی میبینید؟ واقعا حکومت وحدت ملی قبل از آغاز به کارش وعده بسیار بزرگ در مورد بهبود وضعیت زنان داده بود. ببینین، وعده دادن بسیار آسان است. هر روز هر کدام از این نظامایی که میرن میاین وعده های زیاد میدن، امرای احساسات، امرای قالمقال، امرای چیخ زدن و اینا. این رقم وعده ها بر زن افغانستان سخت خسته کن شده، ولی ما زن افغانستان مثلا ماهایی که تمام وضعیت افغانستان رو میفهمیم، درک میکنیم که وضعیت افغانستان در چی حالت قرار داره، توقع زیاد نداریم که اینا بسا زود کارهای فوق العاده خوب را در بخاطر مسئله زن انجام بدن. بخاطر از اینکه عواملش ما پرسان کردیم، مملکتی که 40 سال در جنگ باشه و شما انتظار مردمایش زیاد نداشته باشین که تعلیم تربیه از اونا در سطح بالا قرار میداشته باشه، یا رفتارش مرد در مقابل زنها و زنها در مقابل مردها فوق العاده عالی می باشه. ما در یک مملکت جنگ زده بودیم و در حالت جنگ هم هستیم و همو زندگی ما، اخلاق ما متاسفانه تبدیل شده به فرهنگ جنگ. امروز عقب ماندگی فرهنگی، عقب ماندگی که در افغانستان شما میبینین بسیار تاسف آور است. ببینید، ما شما یک کشور اسلامی هستیم، ما شما مسلمان هستیم، ما شما جهاد کردیم، ما به خاطر از یک سر ما کفر املاکت، ما 1,50,000 عزیزای خدا قربان راه خدا و آزادی افغانستان کردیم. اما امروز این عقب موندگی که میبینین شما، این جهالت میبینین شما، این خرید فروش میبینین شما، بد دادن میبینین شما، محروم ساختن زنا را از حق میراث میبینین شما، مثلا تجاوز، به احترامی، لات کوب کردن، بینی بریدن، لب گوش بریدن، بینی بریدن، مثلا ده ها موارد دیگه که امروز در مقابل زن ها صورت میگیره، ما به حیث یک زن مسلمان از یک جامعه مسلمان راستی راستی خجالت میکشم و این بسیار شرم است برای حکومت های افغانستان که چطور اینا میمانه. چیزی که بسیار زیاد امروز مهم است که ما نداریم متاسفانه عدم حاکمیت قانون است. یک مملکتی که قانون حاکمیت نداشته باشه، قانون قدرت نباشه، هر کس میایه و مثل جنگل وار یک چیز جور میشه. و دیگه مسئله هستی که جنگ بسیار طولانی شد و مملکتی که حتی 70-80% مملکت گوشه و کنارش ناامن باشه، قانون حاکمیت خدا نداشته باشه، قدرت حکومت در اونجا نباشه، شما از او جوانه های، از او آدم هایی که در جنگ تولد شدن، در جنگ زندگی کردن، در جنگ امیال هستن، چی توقع دارین که امرای یک زن رفتار درست کنه؟ نمیکنه، به خاطر از اینکه تربیه نشده و از اینکه کسی نیست که بر از او رهنمایی سالم کنه. دیگه مسئله که چی عوامل است، مثلا فقر است. فقر خودش دشمن انسانیت است، فقر دشمن اسلام است. وقتی که در یک مملکت ما که امروز قدر فقیر هستیم، شما میبینید ده ها مسائل نامشروع غیر اسلامی که در مملکت پیش میره، این کلش از فقر است. فقر خودش یک مسئله بسیار مهم است که باعث خشونت میشه. امروز میبینید اکثر مردا در افغانستان بیکار هستند، نانآور خانه که یک مرد است از لحاظ قانون قوانین اسلامی ما و شما که مثلا مرد است، مرد اکثریتشون بیکار است، مرد فرار میکنن، مرد مثلا از میان این عواملی که شما ذکر کردین در پلوش هم پایین بودن سطح آگاهی را اضافه میکنیم.
کدام بیشتر تاثیرگذار بوده واقعا؟ و چند چیز بسیار جدی و خطرناک است. یکی مسئله بی‌امنیتی است که اگر جلو از این ناامنی گرفته نشه، ولی اگر ما مجلس یک زن به نمایندگی از زنان افغانستان صدا میکنیم سر جامعه جهانی، به خصوص سر امریکا، سر حکومت افغانستان که لطفا خاتمه بدین به این سیاستایتان، به این جنگها و به این جنگای نامقدس که ما را به بازیتان گرفتین، ما را هی جنگ از بین میبره، از بین برده ما را. اگر این جنگ دوام میکنه طولانی تر میشه، بی‌فرهنگی، بی غیرتی، بی خاصیتی، بی ناموسی آنقدر در این سرزمین زیاد خواهد شد که جلوش کس خود گرفته نتانه. با او خاطر فقر است، فقر است، بی سوادی هست. شما میبینید که برای بی سوادی هیچ کار نمیشه، با شعار دادن خواه هر چیز بدست نمیاد. شما ما مثلا در 15 روزی کمپاینایی که در ارتباط مسئله معنی خشونت علیه زنها در کابل صورت گرفت یا در بعض ولایت های شهرهای مهم کلان افغانستان فقط جنبای ببخشید زیاد تبلیغی داشت که زیادتر گپ زده شد، اما جنبای عملی هیچ نداره. در یک دهه گذشته دقل کمک های فراوان و برنامه بسیار عملی شد در مورد بهبود وضعیت زنان در افغانستان، برنامه‌ای که بتونه جلو خشونت ها را در کشور بگیره، اما نتیجه اینا چی است واقعا؟ ببینین پولایی که میایه ای باید پرسان شوه، برای اینکه پولی که میاد بر مردم افغانستان میاد، چی در بخشی که باشه، در بخش بازسازی میاد، در بخش تعلیم تربیت میاد، در بخش نظامی میاد، در بخش استخباراتی میاد، در بخش مسائل زنان میاد، این باید حساب شود. چیزی که در افغانستان هیچ اسمیش حساب کتاب گرفته نمیشه، مثلا پولای بی حساب که میاد و همین پولای برنامه‌ای که عملی شد، حداقل کارهایی که در یک دهه گذشته صورت گرفت، همین دستاورد چشمگیر بزرگینا چی است از دید شما؟ ما تا جایی که میبینم البته کم بیش ما دستاورد داریم، ولی قانه ما به این صورت قانه نیستم و به این صورت خوشام نیستم. نظر به پولی که آمد، نظر به اینکه 15 سال از این وقت پیش شد و دستاوردهای ما بسیار اندک است، من خودم واقعا بسیار متاسف هستم. و این اونم یک تعداد کسایی هستن که بسیار اینجویی مسئله زن ساختن، مسئله کل افغانستان پروژه ای ساختن، با این پروژه ای با این رقم کارا که پیسه ایف و مال میشه، ما مخالف هستم. یعنی که اصلا کار بنیادی صورت نگرفته که بتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت زنان. بله بله، یک تعداد کسا هستن، یک تعداد مردا یا زنای هستن که عادت کردن فقط پول پیدا کنن و بین این وضعیت افغانستان سو خوش آم هستن که دلار خود جمع کنن پول خود. ولی برای اکثریت مردم افغانستان و برای ماهایی که بعضی افغانای با مسئولیت که پریشان فردای اولادای خود در این سرزمین هستیم، پریشان حالت ببخشید پریشان حالت نواسای خود برای آینده این سرزمین هستیم، ما از این وضعیت بسیار سخت خسته هستیم. پس حالا چی باید صورت بگیره؟ ببینیم مهم این است که چگونه مشکل حل شود. با توجه به وضعیتی که امروز داریم میشه گفت که راه دشوار خواهد باشد. وضعیت امنیتی بهبود نیافته بلکه افزایش یافته، مشکلات بیشتر شده در بخش امنیتی، همین گونه مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده، کمک هایی که در گذشته صورت میگرفت در این بخش مثل قبل نیستن. پس حالا چی کنه حکومت افغانستان؟ حکومت افغانستان دیگه شعار نده. حکومت افغانستان تعهد داره، حکومت وحدت ملی از خود شخص رئیس جمهور دکتر صاحب عبدالله هر دو دکتر صاحبا تعهد به مسائل زنها دارن، ولی گپ زدن آسان است. ولی زنای افغانستان امنیت میخواهند، زنای افغانستان نان میخواهند، زنای افغانستان حاکمیت قانون نمیخواهند، زنای افغانستان نمیخواهند که مردایشان اولادشان در زیرای پلا مثلا به خاطر مواد مخدر از بین بره. زنای افغانستان نمیخواهند که عروس 100 تا 1.5 صد تا 80 تابوت جوانایشان مثلا از گوشه و کنار افغانستان بیاید. زنای افغانستان نمیخواهد که خدای نخواسته اولادشان به فحشا پناه برن. زنای افغانستان، مادرای افغانستان نمیخواهند که اولادشان از افغانستان فرار کنند در کمپای پناهنده در اروپا و امریکا مثلا از بین برن. فکر میکنین که واقعا امین ارادی که شما بهش تاکید میکنین در حکومت افغانستان، مشخصا در حکومت وحدت ملی افغانستان وجود داره؟ ببینین ما همین انتقاد را که میکنیم به خاطر از این میکنیم که ما شخصا که کسی کدام چیز شخصی داریم، به خاطر از این میکنیم که دیگه شعار نتی رئیس جمهور دکتر عبدالله هر دو دکترها. مردم افغانستان از پیشتان کار میخواید. جان ما برمد در دوران انتخابات، امروز هیچ کس پرسان ما را نمیکنه. یه خود تاسف آور است، یه خود درد آور است. ما خود بر هزی آواز بلند نمیکنیم که صاحب یک چوکی یک قدرت شویم، بر هزی آواز بلند میکنیم که باید روی از این وحشت گرفته شود. ما حتی از طالبا، از طریق طالبا میخواهیم که برادر هستین، افغان هستین، مسلمان هستین، به خاطر روز میلاد مبارک، به خاطر زنای افغانستان که ناموز افغانستان هستند و
آموز در کلتور اسلامی و افغانی ما و شما یک مسئله بسیار مهم است. مردای افغانستان چطور میتونن که سر ناموس خود غیرت نکنن و روی از جنگ نگیرن؟ سر جامعه جهانی صدا میکنیم که شما اینقدر مهربان به زنای افغانستان هستین، ما پیتیتان هم کار ندنیم، شعارایتان هم کار ندیم. زنای افغانستان صلح و امنیت میخواین، زنای افغانستان میخواین که بوزی استخباراتی در منطقه ما در سرزمین ما باید خاتمه پیدا کنه، و از زنای افغانستان میخواین که لطفا هم زنای آگاه صدای خود بلند کنن به ضد جنگ، به ضد مداخلات خارجی، چی شرق باشه چی غرب باشه، در به ضد مثلا فساد، به ضد مثلا بی‌سوادی. سپاس از دور شما خانم ایرانی، سپاس از شما.